استاد بزرگ واقعا تمام وجود خطه نهره شعر استاد که اینجا پورش خوندن کی میگوید این شعر اگر وجود است جسم جون است محبت به سخن به شعر نداشته باشه خودش نبخشده باشه کی همیشه شعر میگوید کی چون قسم صدا میدید روزی هم بدبخت باشم لیک باشم شاعری روزی هم سرسخت باشم لیک باشم شاعری روزی هم چون سعد سلمان با گناه شاعری در چوه زندانم کنم چون هلالی شیر در لب سنگ بارانم کنم روزی هم من با خطای شیر رنجورم کنم بلکه همچون رویدکی کورم کنم روزی هم میرم مرا در خواب نسپرم لیک شیر در دستم بمیرم شعر در حلقم بمیرم، شاعر خلقم بمیرم. دفتان کردن شعر رو می کنیم پیش استاد بزرگ. بدونید مناسبت نیک بینانه، خیرخواهانه، به شعر، به مؤلفه، من در دیگه کس ندیرم، استاد. نه، می آمدن پیش شعرهای بزرگم، می آمدن شعرهای کلام، شعرهاشون رو می آوردن. استاد بزرگ به چهره نگاه نمی کردن. این کیست نگاه نمیکنن اصلا شعر میخوندن و میشود که شعر شاعری نامدار عنواندار خط میزدن میگفتن این نمیشن یگان وای نداشتن روی خودتن اینخه گم نبود فقط شعر طلب میکنن شعر و شعرهای ما جوان ها اگر حس کنن که کم استعداد نموزن من برهای برها شاهدم که شعری مثلا شعر ما میگفتن مثل اینکه در بالای شعر خودشان کار میکنن و تمام وجود این کار که میکنند در شعر روی خاطر گذشت اومد روان نمیدیدند و استاد لایق بعد از اینکه همین خیلی چیزها وقتی که ادیب ما آور که بزرگ شعر من گردون گفتن گفتن که بعدا حتی هم کسان گفتن که تو که در شاعری طبع نداری نمیدانی کجا شرق و جنوب است اگر بزرگ شعر را نگیرد برو اون سوی راه بزرگ خوب است تو رو زندگی سیاه نامه کرد کسی عبدالله دوستت دوند میتوند تو رو زندگی سیاه نامه کرد بهار و زمستون باید جامه کرد این خیلی تمام حسی زندگی همین انسان را در یک باید بداحتا گفتن این خیلی چیزها خیلی زیاد بود من الان بود شیه دباری باران نویستن که همه حیران شد که همه باران همه خیلی تصور کردم تصور کردم ممکن بود است یاد زنگ بود زنان گذاشت باران چوبوک جوان گذاشت بارون با سلسله ها گذاشت بارون با سلسله ها گذاشت بارون مونند زلون گذاشت بارون ببینید همه شما یک وقت تو ایراد گفته میتونید که بارون مونند زلون نگذارد این بود کشفیات استاد بزرگ صابر بود این چشمه رو نگاه کن چشم زلونه دارد با لاله‌زار گلپوش شرم زلونه دارد این بادی لرزه رو این بدی لرزه رو بین رقص زنانه دارد و خب همینطور ببینید این تصویرها برای ادبیات ما یک چیزی نو یک چیز تازه بودن برای همین مردم با تشنگی جوانان خصوصا همین از اینو استقبال میکردن بیهوده من دویدم دریای جو گرفتم گلماهی را دیگرها از آب رو گرفتن این حالی که این یک دنیا معنی دارد از آب به رو گلماهی گرفتن مثلا این تصویر هم تو عادی نیست و پشت این یک معنی های اجتماعی بلند است لیکن ببینید که این چقدر مثلا نباور بودن کنید یا که پرداز فکری شاعرانه داشتن در گفت که گوید که بیهوده من دریدم در یه جو گرفتن گلماهی رو دیگر ها از او به رو گرفته من تقمه صدایم در پشت این دری تنگ زوانوگ یعنی زوانوگ یعنی تقمه صدایم هیچ تصور کردن ممکن است که این تقمه صدای آدم شعر به دار آورد و با این قدر معنی بر کند من تقمه صدایم در پشت این دری تنگ هر قدر می فشارم اون قدر می زنم زنگ این انسان است انسانی که همین هر قطره که فشار چه اموخته صدا میکنه یا دیگه چیز هم هزار چیز جای تومه صدا با مونده ممکن وطن وطن دوستی زبان مادری
اون چیزایی که استاد بوزور گفتن همش نیست پدیده‌های تازه بود. ببینید استاد باید گفتن که تاجیکستان خاک توی اون قطر مردم بردن که یعنی که هر کس یک پاره خاکی مثلا همراهش می بود که در آریبه ها مثلا جان نگرد. اون قطر بردن که خاک تو تمام دنیا پهن شد. این هم شعر هست، شعر بلند هست. یک بزرگ صابر همین در همین موضوع. دامن یک گپی دیگر عجایی گفت که وقتی که من هر بار از سرحدی توی برایم تاجیکستان من دامنم رو میتکم که گرد توی دیرون ندارم، گردت کم میشود. مقایسه کنید، هر شعر بلند هست. لیکن شعریت بلند هست، چی بنده شاعر توانسته است یا بر هیلی جانبخش های سینا روی دنیا رو گرفت.